جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا که از کشورهای آمریکای لاتین دیدار می‌کند، روز یکشنبه هنگام پرواز به کشور برزیل از ایجاد یک نیروی فضایی به عنوان شاخه‌ای از نیروی نظامی آمریکا ابراز رضایت کرد. سفر وزیر دفاع آمریکا به کشورهای آمریکای لاتین در ادامه دیدارهای سطح بالای مقامات آمریکا با مقامات این کشورها و به نشانه تقویت همبستگی متحدان آمریکای لاتین در واکنش به افزایش توجه رقبای آمریکا به این منطقه صورت می‌گیرد. گزارشی از شهلا آرسته. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا با ابراز رضایت از ایجاد نیروی فضایی به عنوان یک شاخه نظامی جداگانه در ارتش آمریکا بر مناسب بودن این راه برای سازماندهی مجدد رویکرد پنتاگون به فضا تاکید کرد. در مورد نیروی فضایی از همان روزهای نخست برای پرزیدنت ترامپ، مایک پنس، معاون ریاست جمهوری و من این یک نقطه بحث بود. چگونگی سازماندهی برای فضا و ما در حال تلاش برای تعیین و تشخیص هر گونه چالش و اینکه بهترین راه برای آن چیست بودیم. من مخالف ایجاد یک نیروی فضایی نبودم. آنچه را که من مخالف بودم شتاب در انجام آن پیش از آن که بتوانیم مشکل را تعیین و مشخص کنیم بود. ژنرال ماتیس در مورد مخالفت سال گذشته خود با اقدام کنگره برای ایجاد یک نیروی جداگانه فضایی گفت تاکید وی در آن زمان رسیدن به یک اجماع در مورد مشکل پنتاگون در ارتباط با فضا پیش از توصیه برای راه حل آن بود. ما کار زیادی را برای تعیین مشکل داریم که باید ظرف 10 تا 20 سال آینده آنها را حل کنیم. اینکه چه می‌خواهیم؟ وابستگی اقتصادی ما به فضا چیست و اطلاعات ما چیست و چه کاری برای قابل دفاع کردن آن لازم است که ماهواره‌ها را در یک محیط بی خطر قرار بدهیم. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران به پرسش آنها در مورد اوضاع یمن نیز پاسخ داد. سازمان ملل متحد دولت یمن را به رسمیت می‌شناسد. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی از بازگرداندن دولت مشروع یمن حمایت می‌کنند. نماینده ویژه با تمام طرف‌ها، امارات، عمان، سعودی‌ها، حوثی‌ها و دولت یمن برای کشاندن مذاکرات به سازمان ملل متحد تلاش می‌کند. ژنرال ماتیس گفت این همان چیزی است که ما از آن حمایت می‌کنیم. ما در جنگ داخلی یمن دخیل نیستیم و سعی ما کمک به جلوگیری از کشتار مردم بی‌گناه است. شهلا رسته، صدای آمریکا.